ریورسینگ والو شیشه‌آرای چیه؟ و این شیر معکوس کننده چه نقشی رو در اسپلیت ایفا میکنه؟ درود دوست من رایان هستم و اینجا کانال AC اقراریه. اول از همه ازت میخوام که دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا اولین نفر باشید که از ویدیو ما دیدن میکنه. همچنین لایک رو هم فراموش نکنید. خب چیزی که امروز میخوام درباره صحبت بکنیم مربوط میشه به شیر چهارراهه که به نام ریورسینگ والو این رو در اسپلیت ها ما میشناسیم. عموما اسپلیت ها برای تولید سرما ساخته شدن که قراره از محیط بیرون خنکی رو دریافت کرده و به واسطه سیاله که ما حالا از مدل های مختلف گاز هست انتقال بده به محیط مورد نظرمون. منتها اومدن بعدها برای اینکه بتونن قابلیت های بیشتری بدن به اسپلیت یه قابلیتی اضافه کردن به عنوان هیت پمپ یا سیستم گرمایشی. خب این سیستم اصلا چطور به اینجا رسید و عملکردش بر چه اساسیه؟ یک شیری در واقع روی این سیستم نصب شده که به واسطه اون شیر سیکل کاملا ولکس میشه. یعنی شما چیزی که در تابستون مشاهده میکنید اینه که در یونیت خارجی ما گرما رو داریم که میده به محیط بیرون و در محیط داخلی سرما رو داریم که از محیط بیرون داره اون خنکی اون سرما رو جذب میکنه و به این قسمت هدایت میکنه. اما بریم ببینیم که این شیر چه شکلیه که ما داریم درباره صحبت میکنیم و اینکه دیاگرامی که ازش وجود داره بر چه اساسیه. خب من اینو براتون زوم بکنم. دوستان این شیر شکلی که داره به این صورته و اول اصلا درباره خطوطش رو صحبت بکنیم. 4 تا خط شما اینجا مشاهده میکنید. این 4 تا دو تاش مربوط میشه به خط دیسشارژ، این و این دو خطش مربوط میشه به ساکشن یا همون خط گاز. خب اتفاقی که اینجا میفته چیه؟ در این قسمت گاز داغ داره حرکت میکنه و در این قسمت در واقع گاز خنک داره عبور میکنه. اتفاقی که اینجا میفته اینه که این سیستم سیکل رو برعکس میکنه. یعنی اینجا در واقع موقعی که این سیال داره حرکت میکنه خط رو برعکس میکنه و به جای اینکه بخواد این خط گرم وارد مسیر ما بشه این خط گرم رو میفرسته به مسیر اواپراتور و در اواپراتور این اتفاق شکل میگیره. خب حالا من به در دیاگرام براتون بیشتر توضیح میدم. این قسمت که شما مشاهده میکنید این قطعه بوبینه و اینجا بهش میگن اکولایزر. خیلی تاثیرگذار. دوستانی که براتون سوال بود این قطعه چیه و چرا این ساختار وجود داره، به خاطر اینکه اکولایزر در واقع برای این نصب شده رو سیستم که اگر فشار گاز سیستم پایین بود عملیات تغییر وضعیت صورت نگیره، به خاطر اینکه اون جریانات تبخیر شدن گاز اون فرآیند ها وجود داره، تبخیر شدن روغن های فرآیند ها وجود داره. برای امنیت سیستم این رو قرار دادن سیستم اکولایزینگ که باعث بالانس شدن و همچنین قطع کردن سیکل بوبین برای عوض کردن سیکل تحریم مطبوعه. خب این پس از ساختار مکانیکال و الکتریکال که در این قسمت بومین سویچ میکنه و در واقع پلاتینی که توش وجود داره جابجا میشه. خب چیزی که ما اینجا داریم یه سیکل ساده تحریم مطبوعه برای سیستم اسپلیت. خب تو این قسمت کمپرسور قرار داره که از اینجا حرکت میکنه به سمت کندانسور این داستان و این قسمت هم که اواپراتور وجود داره. حالا اینم برقی که توش وارد میشه یه برق 220 هم هست که بهشون شارژ میشه و این اتفاق میفته. ولی این چیزی که خیلی مهمه دوستان، یه موقعی من خیلی جالب بود، اصلا چندین نفر رفته بودن هر کاری میکردن میگفتن که احتمال زیاد کمپرسور خرابه و قسمت های در واقع کمپرسینگش رو از دست داده و نمیتونه کارو بکنه و داره هرز میگرده. منتها بر من جالب بود کمپرسور آمپر نرمال خودش رو داشت میکشید و هیچ گونه ضعف در جریان کشی ما نداشتیم. اما مقدار گازی که نشون میداد خط دیسشارژ پایین تر از حالت نرمال بود. جریان کشی درست اما فشار گاز پایین. سوالی که اینجا وجود داشت این که چه عاملی باعث شده این اتفاق بیفته؟
عامل اساسی که وجود داشت مربوط میشه به شیر چهارراهه. زمانهایی وجود داره که ما به خاطر اینکه از سیستم گرمایشی این شیرها استفاده نمی‌کنیم، بعد از گذر زمان این شیرها در واقع پلاتینی که توش داره شروع میکنه به حرکت کردن. دقت بفرمایید، حرکت میکنه و از حالت استاندارد خودش خارج میشه. یعنی به طور مثال این نکته طلایی داشته باشید، به طور مثال این که میخواد این گاز گرم بیاد به این سمت وارد این مایع میشه و از این برم همینطور، و این باعث میشه که شما ببینید نه کندنسور خیلی داغه و نه اپراتور خیلی خنکه، کاملا یکسان سازی میشه، میزان گاز کاملا درسته، همه چی درسته، فقط و فقط و فقط همین قطعه مشکل داره که برای فکر میکنم 7 سال پیش بود این مشکل به وجود اومده بود. ما این قطعه رو از مدار خارج کردیم به قول در واقع به شرط اینکه کارفرما گفت من مثلا گرماشی استفاده نکردم، برای همین اتفاق برام افتاد، اون رو ما کاملا خارجش کردیم و بعد از این اتفاق الان حدود 7 ساله که این سیستم داره کار میکنه بدون اینکه بخواد هیچ مشکلی براش دیگه به وجود اومده باشه. برای همین قضیه مناطق گرمسیری عمدتا از سیستم های تروپیکال استفاده میکنن. تروپیکال ها عمدتا مدل های مخصوصا که خیلی برای دماهای منطقه بالا 58 59 اینا در نظر گرفته میشه، بیشترشون شیر چهارراه ندارن، یعنی فقط و فقط تک سرما هستن که برای سرمایشی و برودت زیاد استفاده میشن در دماهای محیطی بالا. خب این خیلی مهمه که ما سیستم های قرار بدیم که به کاربری خودمون هم بخوره. پس برای همینم شما میخواید اسپلیت خریداری بکنید بر اساس کاربریتون بگیرید که بعدها دچار مشکل نشید. اگر همین مشکل وجود داره، یک ویدیو تخصصی که توش خواستم این قضیه رو عنوان بکنم که دوستان این مشکل به وجود اومد، داستان از این قسمته و شما میتونید خیلی در واقع راحت با تغییر این شیر یا حذف کردن این شیر مشکل رو اوکی بکنید. منتها اینم بهتون بگم قبل اینکه این فرآیند انجام بدید، یک بار روی گرمایشی هم بذارید و بعد بذارید تو سرما قبل اینکه بخواید شیر رو در بیارید. عمدتاً با این کار هم اوکی میشه. و از مشتریاتون بخواید حتماً 1 سال الی 2 سال در میون یا هر 6 ماه یک بار سیکل رو روی گرمایش راه اندازی بکنن. این اتفاق باعث میشه که این از این مشکل جلوگیری بشه تا حد زیادی. پس مطالبی که وجود داره این که سعی بکنید تا جایی که ممکنه یک بار هم شده از گرمایشی سیستم استفاده بکنید، و اینکه اگر این مشکل به وجود اومد سریع نرید به سراغ خرابی کمپرسور، چون به خاطر اینکه واقعا قیمت‌های اجناس مخصوصا کمپرسور خیلی زیاد شده ازتون درخواست دارم حتما این رو چک بکنید اول، بعد که اطمینان خاطر پیدا کردید برید سراغ کمپرسور که خدا نکره هزینه اضافی برای مشتریاتون نذارید. امیدوارم که دوستان از مطالبی که خدمتتون ارائه شد استفاده کرده باشید و مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنین ازتون میخوام دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا اولین نفر باشید که از ویدیو ما دیدن میکنید. لایک رو فراموش نکنید. به دوستانتون اشتراک بدید ویدیو رو. یا هر